توی این قسمت از برنامه در مورد عملیات فتح یک با مهمون ویژه برنامه همون گپ و گفت خواهیم داشت. سال 65 همون اوایل سال آقای رضایی پیگیر ماجرای عملیات والفجر 9 یه رفت و آمد زیادی به منطقه شمال غرب داشتن که اونجا قرارگاه رمضان مستقر بود و عملیات برون مرزی رو و در مناطق کردنشین ایران و عراق رو کنترل و هدایت میکرد. بیشتر عملیات نفوذی و رخنه و ایزایی از اونجا مد نظر بود. خود بچه های قرارگاه رمضان هم در این فرصت تونستن کانال هایی داشته باشن با بعضی تشکیلات کرد اپوزیسیون رژیم بعث عراق مثل اتحادیه میانی کردستان. قبلا روابطی بود، اون تو سال 65 بهتر شد این روابط. قرارگاه رمضان تشکیل شد و این قرارگاه با همکاری نیروهای مخالف حزب بعث که اغلب از نیروهای کردستان عراق بودن و اتحاد میهنی کردستان مهمترین اونها بود، عملیات‌هایی رو در خاک عراق برنامه ریزی میکرد و انجام میداد. سال 64 این قرارگاه تشکیل شد و آماده سازی خودش و ارتباطات خودش رو شروع کرد و با گروه‌هایی که میخواست با اونها عملیات انجام بده ارتباط گرفت و برای سال 65 که سال سرنوشت نامگذاری شده بود و قرار بود فشار حد اکثری و عملیات‌های مهمی توش انجام بشه، عملیاتی به نام فتح یک به اونها واگذار شد و طرح عملیات اینطور بود که اونها باید به سمت شهر مهم کرکوک در 150 کیلومتری عمق خاک عراق می‌رفتن و به مراکز مهم اونجا آسیب جدی وارد می‌کردن. با همکاری اتحادیه میهنی کردستان بیش از 400 تن مهمات به عمق 150 کیلومتری خاک عراق انتقال پیدا کرد و گروه‌ها با هم هماهنگ شدند که عملیات آغاز بشه. حالا رزمنده‌های قرارگاه رمضان در کنار نیروهای کرد عراق آماده برای عملیات فتح یک شد. 19 مهر ماه 1365 عملیات با رمز یا زینب آغاز شد و 300 رزمنده ایرانی در کنار بیش از 2000 رزمنده کرد عراقی وارد عملیات شدند. عملیاتی که توی 150 کیلومتری عمق خاک کشور عراق و در شهر کرکوک باید انجام میشد. اولین جایی که با آتش کشیده شد پالایشگاه نفت کرکوک بود که به شدت آسیب دید و بعد هم پادگان رمادان مورد هجوم قرار گرفت و بعد از اون هم نوبت به پایگاه سازمان مجاهدین خلق یا همون منافقین رسید که با حمله ضربتی و چریکی و نامنظم قرارگاه رمضان و نیروهای کرد مورد آتش قرار بگیره. این عملیات با موفقیت به پایان رسید و رزمنده ها قبل از تاریکی هوا سریعا خودشون رو به مرز ایران رسوندن. اولین جایی که با آتش کشیده شد پالایشگاه نفت کرکوک بود که به شدت آسیب دید و بعد هم پادگان رمادان مورد هجوم قرار گرفت. پادگان دارامان، قرارگاه سردار خیابانی متعلق به مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی ایران را مزدور رژیم به اشتباه رمادان میگوید و بعد هم پادگان رمادان مورد هجوم قرار گرفت. رمادان پادگان رمادان مورد هجوم قرار گرفت. اگر ما این کار رو موفق می شدیم، یعنی اگر ما یکی از برنامه اساسی این بود که ما باید برسیم به قرد قرداغ،
به نظر من چون عجله کردیم ما در نتیجه اون کار بزرگی رو که جنگ نامنظم براش برنامه‌ریزی کرده بود نتونستیم اجرا کنیم. مرکز حزب منافقین توی شهر کرکوک مورد اصابت قرار گرفت و من تا جایی که اطلاع پیدا کردن نیروهای ما بلافاصله برمیگردن و وارد مرز ایران میشن. این انجام این کار و برگشت سری چطور انجام میشه؟ برگشتمون سری نبود، ما فقط از منطقه درگیری دور شدیم چون امکان نداشت، من به پیاده بود دیگه، بنابراین امکان این که سریع منطقه خارج بشیم اصلا نبود. و منطقه امنی اونجا وجود داشت؟ بله، عرض میکنم دیگه، ببینید اون مناطق در دست اتحادی مهنی بود دیگه در حقیقت، لذا ما به راحتی داخل مردم کرد و همین گروه با همه گروه اتحادی مهنی پیاده برگشتیم. پوشش ها؟ توی این عملیات؟ بله، تو پوشش همه با لباس کردی، همه قیافه ها این همون اتحادی میهنی اینا بود. بنابراین من میخوام عرض کنم ما در اونجا در حقیقت چون پوشش مردمی رو هم گرفته بودیم اصلا مشکل خاصی، فقط از منطقه اصلی درگیری به سرعت خارج شدیم. آنچه را که سرکردگان سپاه خامنه‌ای در خصوص ناکام ماندن بامبولی به نام فتح یک پس از 34 سال بر زبان آوردند، رادیو صدای مجاهد در همان روز وقوع یعنی در 19 مهر ماه 65 افشا و برملا کرده بود. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، رژیم مفتضح و درمانده خمینی امروز با هیاهو و جنجال تبلیغاتی فراوان طی اطلاعیه جنگی خود که مکررن از رادیو و تلویزیون ارتجاع خوانده شد اعلام نمود به مقر فرماندهی مجاهدین در کرکوک حمله کرده و تمامی مجاهدین را به هلاکت رسانده و نابود کرده است. در همان زمان نشریه اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان به نقل از رادیو صدای مجاهد 19 مهر ماه 65 نوشت رادیوی رسوا و دروغ پرداز خمینی امروز در برنامه اخبار ساعت 2 بعد از ظهر خود مدعی شد که گویا رادیو صدای مجاهد روز یک شنبه گفته است که 10 رزمنده مجاهد خلق در جریان به اصطلاح حمله مشترک رژیم و گروه طالبانی به مقر مجاهدین در کرکوک و در جریان فتح الفتوح ادعایی و رسوای موسوم به فتح یک به شهادت رسیدند. به این ترتیب رژیم درمانده و رسوای خمینی بامبول تبلیغاتی و دروغهای نجومیش در مورد به اصطلاح حمله گسترده چریکی به منطقه کرکوک و در همکوبیدن تأسیسات صنعتی و نفتی این منطقه در بازدید دیروز و امروز خبرنگاران رسانه‌های خبری جهان از سراسر منطقه مورد ادعای رژیم تماماً دود شد و به هوا رفت.